میخوایم راجع به آرا و افکار یک فیلسوف مهم معاصر به نام خانم هانا آرند صحبت کنیم. خانم هانا آرند معروف به فیلسوف آزادی. یعنی تمام تلاش فکریش معطوف بوده به موضوع مهمی به نام موضوع آزادی. مثلا یکی از کار مهمی که کرده این بوده که دو تا از حکومت‌های توتالیتر یا تمامیت خواه اون دوران رو یعنی حکومت استالین و حکومت هیتلر رو بررسی کرده بعد از فروپاشی ارزیابی کرده در این موضوع پژوهش کرده و به یه مدلی راجع به شکل این حکومت ها رسیده یعنی یه شباهت رو بین این دوتا ساختار تشخیص داده که واقعا حیرت انگیزه و توی کتابی به نام توتالیتاریسم این در واقع شباهت ها و این مدل فکری رو توضیح میده خانم هانا آرنت یه ایده مهمی که داره ایده حق حق داشتنه معتقد بوده که این بنیادی ترین حقیه که ساختارهای استبدادی که گفتیم بررسیشون کرده از آدم ها می دزدن و اینجوری اینگار کل انسانیت اون آدم ها رو ازشون میگیرن آرنت فهمیده بود که حکومت های توتالیترز سه مرحله انسان رو از پادر میارن مرحله اول کشتن وجود حقوقی انسانه این اتفاق وقتی میفته که حقوق قانونی مردم ازشون سلب میشه یعنی قانون تو اون جامعه فقط یک اسمه ولی هیچ جا رسم نیست تو نظام نازیست و تو نظام استالینیسم قانون اساسی وجود داشت ولی وجود هم نداشت همزمان یعنی نه اجرا میشد و نه لغو میشد یه وضعیت بی قانون که آدما که شهروندا دائم توی استراب مدام و مزمن نگه داشته میشدن تو این حکومت ها کل جامعه به خاطر استعداد اندیشیدنشون مزنون و متهم بودند برای اینکه ممکن بود که اونجوری که حکومت ها میخوان فکر نکنند و در واقع این جور ساختارا داره یه جور فضای بیقانونی دائمی بودن در کنار این بیقانونی یه ویژگی و خصلت دیگه شون هم مدام بوده در واقع شهروندا این حس و تجربه میکردن که انقدر همه چی بی بوده و انقدر غیر قابل پیش بینی بوده که تنها چیز با جامعهشون همون ساختاری میشده که مسبب اصلی بی برای همین در واقع جرأت شجاعت نقد و اصلاح و تغییر این وضعیت رو نداشتن در واقع اینجور حکومت ها ساختار ندارن بیشتر جهت دارن ولی خانارد فهمید که این بیشکلی تو اینجور ساختار یه جور برنامه ریزی شده است یعنی ما با یه بیشکلی برنامه ریزی شده طرفیم مثلا تو دوره استالین سه تا سازمان عظیم وجود داشت یکی دستگاه شورایی بود یکی دستگاه حزبی بود یکی هم دستگاه پلیس مخفی بود ولی هر کدوم اینا فارق از رقابت هایی که بین خودشون داشتن بخش اقتصادی، بخش سیاسی، آموزشی، فرهنگی و نظامی جداگونه ای داشتن آرنت وقتی در واقع سیستم امنیتی این ساختارها رو هم بررسی میکرد به این نتیجه رسید که حتی تو سیستم پلیس مخفیشون هم این هرج و مرج موج میزنه یعنی پلیس مخفی درون خودش پلیس مخفی دیگه داره و اون درون خودش پلیس مخفی دیگه و همین جور مثل عروسک روسی انگار این ساختار پیچیده و غیرقابل فهم ادامه داره بعد فروپاشی شوروی مثلا معلوم شد که مسئولان بلندپایه دیپلماتیک این سیستم از منشیای گمنام سفارتخونه دستور می گرفتن. یعنی برخلاف ساختار سلسله مراتبی که آدما و مردم میدیدن یه قدرت پنهانی داشت این ساختار رو اداره می کرد. در واقع میخوام بگم این وضعیت بیقانون و نامشخص مثل یه ویروس تو کل سیستم توتالیتر خودش رو تکثیر میکنه نه تنها زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده بلکه خودش هم به خاطر اینکه شفاف نیست دوچار مشکل میشه یکی از چیزهایی که در ابتدا کمک میکنه این ساختار مسئولیت رو به عهده نگیره و حقوق قانونی آدمها رو یه جورایی دور بزنه بعدا به ضرر خودش تموم میشه مرحله دوم یعنی کار دومی که این ساختار رو انجام میدن کشتن وجود اخلاقی توی آدم هست. فهمیده بود که وجدان یه جنسی از اندیش است. اینجور ساختارا تلاش میکنن این وجدان رو که خیلی بدیهی گاهی وقت خوب و بد رو نشون میده این قطبنما تو وجود آدم ها رو این قطبنمای اخلاقی رو از بین ببرن اما برای این کار چند تا روش دارن یکیش اینه که همه شهروندان رو به گناه آلوده کنند یا واقعا یا احساس گناه رو توشون نهادینه کنند ببینید اندیشیدن گفتگوی دو نفره درون یک نفره در واقع ما این گفتگویی که همیشه تو سرمون داریم و با خودمون انگار داریم با یه نفر دیگه انگار درونمون داریم صحبت میکنیم این چیزیه که اندیشه رو ممکن میکنه اما هیچ کس نمیخواد یا هیچ کس نمیتونه تحمل کنه که با یه گناهکار یا با یه قاتل یا با یه آدم بی اخلاق درون خودش گفتگو کنه میخوام بگم سیستم توتالیتر آدم ها رو از خودشون متنفر میکنن و اولین ارتباطی که نویز میندازن روش و سر راهش قرار میگیرن رابطه شخص با خودشه چون وقتی این رابطه ایجاد نشه اندیشه ایجاد نمیشه و وقتی اندیشه ایجاد نشه وجدان عملا در اون آدم وجود نخواهد داشت محل سوم نابودی فردیت اینجور جور سیستما به شدت همسان سازن یعنی همه رو شبیه هم میخوان در واقع مردم نمیخوان یک توده بدون چهره و یه شکل میخوان قرار کل انسانیت تبدیل به یه فرد واحد ایدئال بشه یعنی آدما تبدیل شن به کسایی که در برابر اتفاقات معین همیشه واکنش های ثابت و مشخص و معینی داشته باشن برای اینکه کنترل یه توده از کنترل مجموعه متنوعی از آدما خیلی خیلی راحت تره آرند بعد بررسی این سیستما یعنی استالینیسم و نازیسم به این فکر میکنه که چطور میشه این جادوی سیاه رو باطل کرد چطور میشه افراد این جوامع رو این مرده های متحرک رو با چه نوایی با چه فلوتی میشه به زندگی برگردوند و یکی از مهمترین جوابهاش رجوع به واقعیته البته آرنت اشاره میکنه که مردم دیر به سمت واقعیت میاد آرن فهمیده بوده برای توده مردم دروغ اغلب خیلی پذیرفتنی تر و جذاب تر از واقعیت و دروغگو این امتیاز بزرگ رو داره که پیشاپیش میدونه که مخاطب آرزو و انتظار شنیدن چه چیزی رو داره و هم بهش میگه اما این سیستما یه باگ بزرگ همینجا دارن و اون اینه که چون به واقعیت ها بی چون اسیر تصویر خودشون از حقیقتند مثل نارسیس مثل در واقع الهه خودی شیفتگی عاشق اون تصویر میشن و همونجا با تصویرشون باقی میمونن جهان پیرامون تغییر میکنه ولی اونا از خیره شدن به تصویر روی آب دست نمیکشن و اینطوری به بنبست میرسن اینجوری کار فریبکار طی فرایندی که آرنت توضیح میده به خود فریبی میرسه تو ادامه تلاش های هانا برای کمک به زندگی در مورد آزادی شبکه ای از مفاهیم رو کم کم و تدریجی میسازه که اولش به هم بی ارتباط به نظر میان اما کنار هم دیگه در واقع یک ریسمان پرقدرت اندیشه رو میبافن مثلا آرنت سه جور فعالیت رو که ما تو زندگی میتونیم انجام بدیم از هم متمایز میکنه یکی زحمت یا لیبره دیگری کار یا تولید یا ورکه و سومی که از همه متعالی تر اکشنه زحمت یه فعالیتیه که ما برای بقامون ضروریه که انجام بدیم انسان زنده نمیمونه مگه اینکه مثلا نیازهای روزمرش مثل غذا خوردن لباس شستن کشاورزی اینا رو در واقع بتونه رفع کنه هدف اصلی زحمت خود زندگیه و اثرش هم خیلی زود از بین میره دومین دو شکل فعالیت از نظر آرنت کار یا تولید بوده کار یا تولید یا ورک از زحمت اثرش ماندگارتره در واقع اینجا ما یه چیزی میسازیم مثلا یه میز میسازیم یه خونه میسازیم یه ابزار میسازیم و انسان با تولید یه جورایی تلاش میکنه جلوی نیروهای طبیعت مقاومت کنه یه وطنی برای خودش بسازه و یه اثر نسبتا پایدارتری از زحمت در واقع تو زندگیش خلق کنه شکل سوم فعالیت که از همه به نظر آرنت والاتره اکشن یا عمله عمل اصیل ترین شکل زایایی یه انسانه هر انسانی یک آغاز در جهانه و عمل آغاز کردن این آغازه و از این طریق تأثیر گذاشتن روی جهانه آرن حرفش این بود که تو جهان مدرن ما به جای مفهوم عمل اولویت رو به کار دادیم نتیجهش هم شکل گرفتن یه جامعه شاقلانه یه جامعه که خیر عمومی فضیلت براش بی اهمیته و عمدتا یا کار میکنه یا درگیر سرگرمیه اما اوضاع تو تاریخ بشر همیشه اینجوری نبوده در واقع لحظه وجود داره که شکل والاتر اظهار هویت شکل والاتر بروز کیستی ما تو جهان خودش رو به شکل عمل نشون میده آرن آرند فکر میکرد عمل قفل هویت ما رو میشتنه و انسان رو وارد جهان میکنه یه نکته مهم اینجا اینه که ما تو انزوا نمیتونیم دست به عمل بزنیم آرنت میگه حوزه عمل عرصه عمومیه آرمان آرنت اینجا ایجاد جامعه آرزوش شکل دادن به اجتماعیه که توش انسانهای متکثر تو فضاهای عمومی آزادانه بحث و گفتگو کنن صادقانه بتونن نظراتشون رو در میون بذارن آزمون کنن و ایده‌هاشون رو در واقع به دیگران منتقل کنن و دست به کنش بزنن این جامعه به باور آرنت قدرت منترین شکل جامعه است این سرزمین با همه فراز و فرودهاش یک سرزمین تقریبا شکست ناپذیره آرن فکر میکرد ریشه اصلی قدرت تو توافق عمومی و تو اجماعی که بین آدمهای یک جامعه وجود داره اینجا یه نکته دیگه خیلی جالبه یه مفهومی که میسازه در واقع تمایز بین قدرت و زوره زور یا قوه ممکن خصوصیت یه شخص واقع. باشه اما قدرت یک مسئله یک ویژگی گروهیه ویژگی جامعه که افرادش آزادانه و شجاعانه و صادقانه تونستن کیستیشون رو به جهان بیارن و برای بهبود جامعهشون مشارکت فعال کنند. یعنی میخوام بگم آرند قدرت رو سلسله مراتبی و عمودی نمیدید قدرت واقعی رو اتفاقا افقی و مسطح میدید و نتیجه بحثش هم اینه که قدرت واقعی و خشونت برخلاف فهم عمومی در تقابل و تضاد با هم اتفاقا خشونت قدرت رو نابود میکنه خشونت چه تو عرصه فردی چه تو عرصه اجتماعی نمایش دهنده و نشون دهنده ضعف و نه قدرت قدرت بر اقنا بر مشارکت استواره نه بر اجبار و فریب اگه کل اندیشه آرنت رو بخوام توی جمله خلاصه کنم اینه که فهم اسارت آغاز آزادیه آرنت تو تمام عمرش تلاش کرد که نشون بده ریشه های اسارت آدم چیه و انسان رو نسبت به وضعیتش خداگاه کنه و به سمت عمل آگاهانه سوق بده این اندیشمند مهم معاصر تو قرن عجیبی زندگی میکرد چندین جنگ بزرگ و ویرانی جهان و انسان تو قرنی که او زندگی میکرد رخ داده بود و چیزی که در تمام عمرش تلاش کرد بهش برسه شجاعتش در مواجهه با چنین عصر تاریکی بود آرنت سال 1975 از دنیا رفت اما زیر بار همچین قرن سهمگینی کمر خم نکرد و سعی کرد به قلب تاریکی نگاه کنه تا نور رو به انسان نشون بده و این دلیلیه که باید از آرنت خوند